روز پنجشنبه خبر ابلاغ دستورالعملی درباره نظارت بر تاکسی‌های اینترنتی از سوی وزارتخانه کشور و وزارتخانه صنعت معدن و تجارت منتشر شد. این دستورالعمل در 8 ماده تنظیم شده که بسیاری از آنها مورد انتقاد قرار گرفته. بخش عمده انتقادات ماده دوم ابلاغیه را نشان رفته است. طبق تبصره 2 ماده دوم، ارائه دهندگان خدمات هوشمند موظفند به صورت روزانه و هفتگی داده‌های هر سفر را در سامانه سماس ثبت کنند. آنها همچنین موظف هستند به منظور فراهم کردن امکان اعتبارسنجی داده‌های ابراز شده در این سامانه، امکان دسترسی وزارت کشور را به صورت هفتگی به اطلاعات سفر شامل شماره پلاک وسیله نقلیه، زمان و مختصات مبدأ و مقصد، مقدار پیمایش و هزینه سفر با امکان صحت سنجی و گزارش گیری هر یک از موارد ایجاد کنند. این بند در حالی در ابلاغیه تازه گنجانده شده که یکی از تعهدات تاکسی‌های اینترنتی حفظ حریم خصوصی کاربران است. رضا الفت نسب، رئیس اتحادیه کسب و کارهای اینترنتی، یکی از منتقدان این ابلاغیه است و این بند را در تضاد با قانون می‌داند. یکی از ایراداتی که وارد هست همینه، این که حالا اومده یه مرجع ساله برای امنیت داده‌ها وزارت ارتباطات رو معرفی کرده، خلاف قانونه. یعنی حوزه داده‌های محرمانه است و ما هم نسبت به این موضوع اعتراض داریم و اعتراضمون هم قطعاً اعلام خواهیم کرد. موارد مختلف دیگه‌ای هست که واسه اعتراض داریم. وزارت کشور تصورش اینه که بندهایی که گذاشته کاملا بندهای قانونی، در صورتی که اینطوری نیست و تو مذاکرات ما هم حتی این موضوعات بهشون اعلام شده بوده و گفته شده که آقا این ما کار غیر قانونی که نمیدونیم انجام بدیم. جالب بدین همین امروز، یعنی کمتر از یک ساعت پیش، دستورالعمل از سمت وزارت سمت تحویل نماینده ما شد، یعنی تازه تحویل ما شده. ما تصورمون این هستش که بالاخره این باید تغییرات اساسی درش رخ بده، یعنی نه خیلی واقعا قابلیت اجرایی به این شکل نداره. در نظام حقوقی ایران قوانین متعددی درباره حفظ حریم خصوصی شهروندان تدوین شده است. یکی از این قوانین ماده 36 قانون جرایم رایانه‌ای است. مطابق این ماده، تفتیش و توقیف داده‌ها یا سامانه‌های رایانه‌ای و مخابراتی به موجب دستور قضایی و در مواردی به عمل می‌آید که ظن قوی به کشف جرم یا شناسایی متهم یا ادله جرم وجود داشته باشد. یکی از قوانین کاملا مرتبط به این موضوع، قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات، مصوبه 31 مرداد 1388 در مجمع تشخیص مصلحت نظام است. این قانون در بند ب از ماده 1 خود اطلاعات شخصی را اطلاعات فردی نظیر نام و نام خانوادگی، نشانی‌های محل سکونت و محل کار، وضعیت زندگی خانوادگی، عادت‌های فردی، ناراحتی‌های جسمی، شماره حساب بانکی و رمز عبور تعریف کرده و در ماده 6 گفته درخواست دسترسی به اطلاعات شخصی تنها از اشخاص حقیقی که اطلاعات به آنها مربوط می‌شود یا نماینده قانونی آنان پذیرفته می‌شود. حالا باید دید این دو وزارتخانه از ابلاغیه اخیر چه اهدافی دارند و واکنش تاکسی‌های اینترنتی و مشتریان آنها چه خواهد.